گذشت 4 ماه از اولین اودسه زهرالشوی دختران مکتبخوان در شهر قم ایران و همچنین بیست ادامه داشتن چنین عادت ها در سراسر کشور تا به حال مقامات ایران یگان نفر از عاملان این حمله های کیمیایی را بازداشت نکردند. در حالی که روز یکشنبه 5 مارس سال 2023 باز مکتبای دختران در ده ها شهر ایران هدف حمله گسترده کیمیایی قرار گرفتند، رئیس جمهور ایران این حمله ها را تفتیه جدید دشمن خواند. ولی مطبوعات ایران باشد با یک شیطنت دانش آموزان برای تعطیل کردن درس ها ربط داد. پرزیدنت ابراهیم رئیسی در سخنرانیش در نشست هیئت دولت بدون ارائه سند دعوا کرد که زهرالودکنی دانش آموزان به هدف التهاب آفرینی در جامعه و در تشویش ماندن ذهن عموم از سوی دشمنان صورت گرفته است. علیرضا نظیری نماینده مجلس شورای اسلامی یا پارلمان ایران گفته است این ماجرا تفتیه از سوی دشمنان نظام است و آنها از این طریق به نظام لطمه میزنند. دست دشمن در کار است و ممکن است برخی از معلمان هم پشت قضیه باشند. بنا به گزارش ها تنها در روز 5 مارس 120 مکتب دختران در شهرهای تهران، اصفهان، همدان، شهریار، زنجان و دیگر شهرهای کلان هدف حمله گسترده کیمیایی قرار گرفتند. صدا طلبه با نشانه های نفسگیری، دل به حضوری، کوهش ضربه های قلب در بیمارستان ها بستری شدند. تعداد زیاد دختران بستری شده را معاون بیمارستان دانشگاه علوم و پزشک افزو نیز تصدیق کرده گفته است که دست کم 312 دانش آموز دختر از ولایت خوزستان به دلیل حملات کیمیایی به بیمارستان ها منتقل شدند. در همین حال زهرا رهنورد از مخالفان حکومت ایران که سابق رکتور دانشگاه الزهرا همچنین همسر سروزیر سابق میرحسین موسوی و از رهبران جنبش سبز که 13 سال باز در حبس خانگی به سر میبرد به نشر یک پیام تبریکاتی بخشیده و عید 8 مارس نوشته است که اما دریغ و صد افسوس به این ایام در ایران، جایی که در آن دخترکشی به عنوان زشت‌ترین و مصیبت‌بارترین سناریوی ضد زن به دست جریان‌های مرتج و با حمایت حاکمان با سکوت آنان و تظاهرشان به صحنه آمده است. این انتقام‌جویی از دخترکان معصوم دبستان و دختران دانشجو بوده بدان خاطر است که حاکمان آن را بخشی از جنبش اعتراض زن زندگی آزادی می‌دانند که برابری زنان برای دادخواهی از محسو امینی و به منظور اعتراض نه فقط به حجاب اجباری بلکه به هر نوع استبداد و اقتدارگیری علیه زندگی شخصی و خصوصی آنان آغاز شد. زهرالودشوی و سلسله‌ای دختران در ایران باعث نگرانی جامعه جهانی گردیده است. سخنگوی وزارت کارهای خارجه آمریکا گفته است اگر مشخص گردد که زهرالودکنی دختران در مکاتب ایران به اعتراض آنها ربط داشته باشد، سازمان ملل متحد وظیفه دار است که یک گروه ویژه برای تحقیق این مسئله به ایران بفرستد. روز 7 مارس سال 2023 در چندین شهر ایران معلمان و پدر و مادران خوانندگان مکاتب میانه دست به تظاهرات زدند. آنها از بی‌اهمیتی حکومت نسبت به این قضیه ناراضگی خود را بیان کردند، ولی نیروهای دولتی در شهرهای مشهد، اصفهان، رشت، مروان، لاهیجان، اهواز، بابل و شیراز تظاهرگران را بازداشت کردند.